با درودهای فراوان به تمامی شما یاران، دوستان و بینندگان کانال چشمانداز اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور، من بیژن جلالی هستم. امیدوارم در هر کجا که هستید، به خصوص در ایران که این برنامه ما را مشاهده میکنید، در این شرایط سخت و دشوار همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید. امروز شنبه 8 خرداد ماه 1395 برابر با 28 ماه می 2016 می باشد. بازپخش این برنامه دوشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران می باشد. بینندگان گرامی، برنامه که ما برای شما عزیزان تدارک دیدیم ادامه سلسله بحث‌هایی است در مورد شرایط جنبش کارگری ایران و دستاوردهای مبارزات طبقه کارگر ایران در این چند سال اخیر می باشد. ما امروز نگاهی داریم به اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار که در روز دوشنبه 6 ژوئن 2016 در شهر ژنو برگزار میشه و در خدمت دو تن از فعالین جنبش کارگری هستیم. رفیق کیامرث ویسی از فعالین کارگر و جنبش چپ کمونیستی و همچنین دوست گرامی و کارگر مبارز آقای غلامرضا غلامحسینی. ولی قبل از اینکه به سراغ این دوتا مهمان گرامی برویم، نامه ای از کارگر مبارز و زندانی به نام ابراهیم‌زاده را داریم که برای شما عزیزان قرائت میکنیم و در بخش بعدی اون گزارش مالی این سه هفته اخیر کانال چشمانداز اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور را برای شما قرائت میکنیم. با ما باشید. از به نام ابراهیم‌زاده به دبیرکل سازمان جهانی کار آقای گای رایدر، به اتحادیه کارگری در سراسر جهان. من به نام ابراهیم‌زاده از فعالین کارگری در زندان رجای شهر این نامه را برای شما می نویسم. به جرم دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حقوق کودکان و دفاع از حرمت انسان ها تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی کشور حکم زندان گرفته و 6 سال از بهترین سالهای زندگیم را در بازداشت به سر بردم و همراه با من فرزندم و همسرم نیز زیر فشار و آزار بودند. همسرم با تحمل شایسته همه مشقات همراه هم بوده است. من به خاطر اینکه کوتاه نیامده و بر حقانیت مبارزاتم پای فشردم و همواره سعی کردم صدای اعتراض مردم باشم، در پرونده جدیدی به 7 سال و 10 ماه حبس دیگر محکوم شدم. مطمئن هستم که شما از سرنوشت من و کسانی چون من و احکام زندانی که به ما داده شده و اون چه بر ما کارگران میگذرد خبر دارید. مطمئن هستم که شما از جریان مرگ ناگوار و مشکوک کارگر زندانی شارخ زمانی در زندان رجای شهر با خبرید. مطمئن هستم که شما از وضعیت نگران کننده جعفر عظیم‌زاده که از روز 29 آپریل تا کنون در زندان در اعتصاب قضا به سر میبرد با خبرید. جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه مشترک خواستشان لغو تمام پرونده های فعالین کارگری و معلمان معترض و با اتهاماتی چون اخلال در نظم امنیت ملی است. چرا شما سکوت کردید؟ آیا تمامی اینها نقض آشکار مقابل نامه های سازمان شما نیست که ایران هم در اون عضو است؟ ما بارها گفته ایم
هیئت ایران نماینده ما کارگران و ما مردم نیست. ایران ناقض حقوق پایه‌ای ما کارگران و ما مردم از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و حق دفاع از زندگی و معیشتمان و داشتن یک زندگی در خور انسان است. اعتراض من و اعتراض ما کارگران در ایران به حضور این هیئت در اجلاس سازمان جهانی کار است و با نوشتن این نامه میخواهم صدای اعتراضم را به اجلاسی که در پیش است برسانم. در این حال من از همه سازمان‌های کارگری میخواهم که از ما کارگران زندانی و از کارزاری که در دفاع از حق تشکل و حقوق برحق ما کارگران و ما معلمان از سوی جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی به راه افتاده است دفاع کنند. از جعفر عظیم‌زاده که در وضعیت نگران کننده است به سر میبرد حمایت کنند. من اعلام میکنم که به لیست امضاهای کارزاری که در حمایت از جعفر عظیم‌زاده و خواستهایش به راه افتاده میپیوندم و از همه سازمانهای کارگری، نهادهای مدافع حقوق بشر و همگان هم انتظار دارم به این کارزار بپیوندند و همراه ما کارگران به حضور هیئت ایران در اجلاس سازمان جهانی کار اعتراض کنند. به نام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر مه 2016. درود بر شما کارگر مبارز. به نام ابراهیم زاده، مبارزه شما تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد. درود بر شما. بینندگان گرامی، در این قسمت از برنامه ما گزارش کوتاه مالی داریم از حمایت‌ها و کمک‌های مالی که به کانال چشم‌انداز در طول این سه هفته شده. دوست گرامی آقای ناظم از تورنتو $150، رفقای اتحاد چپ از تورنتو $100، از اطلس تاکسی مونترال دوست گرامی $30، دوباره از اطلس تاکسی شهر مونترال $30 و دوست گرامی دیگر از شهر لاسال مونترال $50 و همچنین رفقای اتحاد چپ مونترال $50. بینندگان گرامی، من میخوام در همینجا از طرف کانال چشم‌انداز و اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور از تمامی دوستان شورای فرهنگی پناهندگان سیاسی ایرانیان سوئیس در شهر ژنو کمال تشکر و سپاس را از شما عزیزان داریم، به خاطر اینکه همیشه یار و یاور کانال چشم‌انداز اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور بودید و همچنین از کارگر تبعیدی غلام عسکری که همیشه با نوشته‌ها و مقالات افشاگرانه علیه رژیم جمهوری اسلامی ما رو در اتحاد چپ و کانال چشم‌انداز اتحاد چپ یاری دادید. با تشکر از شما تمامی دوستان ما از شهر ژنو سوئیس و از دوست گرامی غلام عسکری. با ما باشید، برمیگردیم به سراغ مهمان اول برنامه رفیق کیومرس ویسی. با تشکر. همونه که در آغاز برنامه به حضور شما عزیزان رساندیم، ما امروز در خدمت دو تن از فعالین جنبش کارگری هستیم. در بخش اول برنامه ما رفیق کیومرس ویسی رو در کنار خود داریم. رفیق کیومرس از فعالین جنبش کارگری و چپ کمونیستی هستند. رفیق کیومرس، با تشکر از وقتی که ما دادید و برای اولین بار در کانال چشم‌انداز اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور شرکت کردید. منم عرض ادب و احترام دارم به شما رفیق بیژن و همچنین بینندگان آزادی خواه برابری طلب شما.
امیدوارم که خوب و سلامت باشی. با تشکر رفیق کیومرث. رفیق کیومرث، سوال اولمو میخوام اینطوری مطرح بکنم که همون که اطلاع داری در دو هفته آینده در شهر ژنو در کنفرانس سالیانه سازمان جهانی کار بار دیگر نماینده های مزدور و فاشیست رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در این جلسه سالانه شرکت میکنن. من میخواستم نظر خودتون رو در رابطه با این سازمان و اصولا چرا جمهوری اسلامی همیشه و هر سال در این جلسات شرکت میکنه، با اینکه رژیمی که ما سابقه تاریخی داریم فاشیسم و سرکوب جنبش کارگری در دستور کار این رژیم قرار گرفته. من میخواستم نظر خودتون رو در این مورد با بینندگان ما در میون بگذارید. همونطور که شما و بینندگان عزیزم مطلع هستید، سازمان به اصطلاح این سازمان جهانی کار یکی از نهادهای سازمان ملل متحد هستش که به شکل تخصصی در رابطه با حقوق کارگران در سرتاسر جهان فعال هست و جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از اعضای این نهاد سالانه در این نشست شرکت میکنه و در این نشست ها هیئتی از ایران که اعضای این نشست هست و میفرستن یه هیئت کاملا ضد کارگری هست که منتخبی از وزارت کار ایران و نهاد اداره اطلاعات، وزارت اداره اطلاعات هست و هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارن و دغدغه‌ای که این آقایون دارن و اونجا میخوان بهش بپردازن اینه که از سرمایه‌داری ایران و مشخصا از دولت جمهوری اسلامی دفاع کنن و بی‌ربط‌ترین جریانی هستن در رابطه با طبقه کارگر در ایران. این سازمان یه همونطور که میدونیم همه یکی از نهادهای سازمان ملل هست که دغدغه اصلیش حفظ نظام سرمایه جهانی هست و به اصطلاح همانطور که میدونیم بلندگوی سرمایه هست در سراسر دنیا که دغدغه‌اش حفظ سود و تداوم سود و مشخصا ایجاد کردن محیط امن و آرام برای سرمایه‌داران هست و جمهوری اسلامی هم سالانه در این نشست که شرکت می‌کنند و امسال هم همانطور که شما اشاره کردید شرکت خواهند کرد، می‌خواهند که ژست‌های بین‌المللیشون در رابطه با به اصطلاح رعایت کردن حقوق کارگری و فضای امنی برای کارگران رو اونجا به اصطلاح تبلیغ بکنن که البته بیشتر اینجا این کار کرد و داره حضور این آقایون که به سازمان تجارت جهانی و سرمایه جهانی اینو بقبولونه و اینو ثابت بکنه که میتونه راحت کارگران رو کنترل بکنه و نیروی کار رو مهار بکنه که سرمایه ها به اونجا به اصطلاح مراجعه کنن و سهمی داشته باشه در سازمان به اصطلاح تجارت جهانی. اما از یه لحاظ جمهوری اسلامی کاملا با این نهاد بی ربط هست در رابطه با به اصطلاح حقوق کارگری. اون آزادی های نیمبندی که کارگران در جاهای دیگه دنیا مثلا توی اروپا ازش برخوردار هستن در رابطه با مطالبه حقوق خودشون و حق ایجاد تشکل و حق اعتراض و بهره‌مند بودن از بیمه های بیکاری مختلف در نظام جمهوری اسلامی این مسئله ها غایبه و اصلا وجود نداره و این به اصطلاح نیروی این هیئت اعزامی که به اونجا میره بیشتر سعیش بر اینه که یه ژست بین المللی داشته باشه برای معامله های اقتصادی و دیپلماتیکش. البته اینم باید بهش اشاره بکنیم که خود این سازمان هم اینو به خوبی میدونه و همیشه بعضن متأثر از به اصطلاح زد و بندهای دیپلماتیک و برخوردهای دوگانه ای داره به لحاظ حقوقی در چارچوب حتی این خواسته های این نهاد و اینه که بعضن پیش میاد که به جمهوری اسلامی امتیازاتی میدن و نقض کردن حقوق کارگران که از روز به سر کار آمدن جمهوری اسلامی همیشه
وجود داشته و تا روز به روز شدت گرفته رو به خوبی مطلعن، اما به اصطلاح چشم پوشی میکنن، چرا که دوست ندارن که جامعه از کنترل جمهوری اسلامی و دولت‌های از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و اساساً دغدغه‌شون هم اینه که سرمایه‌داری اونجا بتونه آرام‌تر و طبق خواسته های اونا یکم به اصلاح فضا رو ایجاد بکنه که بتونن این سرمایه جهانی رو اونجوری که خودشون میخوان انتقال بدن. با تشکر رفیق گیومرس. رفیق گیومرس، سال دومم من میخوام در رابطه با خود جنبش کارگری و سابقه انقلابی این جنبش رو من یک سوال دارم ازش، و اینکه یک خط انحرافی در این به تازگی عمدتاً آگاهانه وجود داره که این جنبش طبقه کارگر رو میخواد تخلیه بکنه. همونطور که آگاه هستید 100 سال از مبارزه جنبش طبقه کارگر ایران میگذره و نقش بسیار مهمی هم در سازماندهی اعتصابات و در پیروزی انقلاب 57 داشته. من می‌خواستم نظر خودتون رو در رابطه با این جنبش کارگری و این طبقه کارگر در حال حاضر رو با بینندگان ما در میون بگذارید. اینی که شما اشاره کردی، اگه من درست متوجه باشم، اینی که همیشه در مقابل اعتراضات کارگری که وجود داشته در این 100 سال گذشته سعی کردن که یک جنبش انحرافی، یک جریان انحرافی رو به اسم طبقه کارگر برای خرابکاری کنار دست خودشون رژیم های سلطنتی و جمهوری اسلامی داشته باشه، خب این واقعیت روشنیه. همین الان اگه ما نگاه کنیم به خود وضعیتی که در جمهوری اسلامی حاکمه، جمهوری اسلامی از سال 57 به این ور همون سیاست های کارگر ستیزانهی که به اصطلاح نظام سلطنتی آغاز کرده بود، ایشون این نظام داره ادامه میده و ادامه داد و با ایجاد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارن، این به اصطلاح حرکت های انحرافی رو برای قیچی کردن خواسته های به اصطلاح خواسته های کارگران و جنبش کارگری ایجاد کرد. اما خب این نهادهایی که جمهوری اسلامی درست کرد نتونست که اون کارکرد رو براش داشته باشه، چون مطالبات کارگری به حدی جدی و به حدی به اصطلاح با زندگی روزمره کارگران در ایران ارتباط داره که نمیشه یه جریان غیر حقیقی و به اصطلاح انحرافی رو جایگزینش کرد. اما خب جمهوری اسلامی با تمام دم و دستگاه‌های امنیتی و سرکوبی که روزانه اعمال می‌کنه سعی می‌کنه که نماینده‌های غیر کارگری رو، نمایندگان سوری کارگران رو به جای نمایندگان واقعی معرفی کنه و ختم مش و سیاست‌ها و مطالبات به اصطلاح این کانون‌های غیر کارگری رو به عنوان مطالبات کارگری معرفی کنه و هر آنجا که لازمه اینها رو نماینده کارگران بخونه، که در مقابلش در طول این 37 سال حضور ننگین جمهوری اسلامی و سرکوب و زندان و شکنجه‌ای که داشته، همچنان در مقابلش این اعتراضات و این خواسته ها و مطالبات و تلاش برای یه زندگی آرام و انسانی در کنارش وجود داشته که البته مواجه شده با اعدام کارگران، شلاق زدن کارگران، زندانی های طولانی و مداوم کارگران و رعب و وحشت هایی که در جامعه ما روزانه با شاهد بودیم. کاملا درسته رفیق یومرز. سوال بعدی منم در همین زمینه است که روب و وحشت، شکنجه و آزار و اذیت فعالین جنبش کارگری در 37 سال ادامه داره. رضا شاه، علی نجاتی، رفیق قهرمان کمونیست کارگر، شارخ زمانی و اخیراً هم محمد جرایی و بهنام ابراهیم‌زاده و در این دو سه هفته اخیر هم جعفر عظیم‌زاده، اینا تمام شواهدی است که رژیم جمهوری اسلامی
با سرکوب فعالین جنبش کارگری نمیتونه بقای خودش ادامه بده. ولی دیدی هم وجود داره که با اینکه این سرکوب ها وجود داره، شرایط پلیسی وجود داره، باز هم جنبش طبقه کارگر به شکل‌های مختلف اون توانایی‌های مشخص خودشو که با یک حرکت عظیم کارگری به اعتصابات و مبارزات خود ادامه بده، باز هم جای بحث خاص خودش داره. من می‌خواستم نظر خودتون رو در این زمینه با بینندگان ما در میون بگذارید که آیا به نظر شما این پراکندگی تشکلات و این پراکندگی نیروهایی که در جنبش کارگری وجود داره تأثیر خاص خودشو گذاشته یا اینکه نه؟ حتما که پراکندگی هیچ وقت کمک نمیکنه به سازماندهی و به اصطلاح به هم شدن هیچ نیروی اجتماعی و مشخصا نیروی تأثیرگذار و مهمی مثل طبقه کارگر. ولی ما هم نباید اینو فراموش بکنیم که در کنار این همه رعب و وحشت و شکنجه و اعدام همیشه حرکت هایی بوده، سازمان دهی هایی بوده، اعتراضاتی سازمان داده شده. حتما این به اصطلاح فعالیت ها خالی از اشکال نبوده، اما این تلاش ها تلاش های خیلی ارزنده ای هستند که اگه وجود نداشتن حتما جمهوری اسلامی تعرض های بیشتر و به اصطلاح غیر انسانی تری بر طبقه کارگر حاکم میکرد و حقوق کارگران رو بیشتر از اینی که الان زده و به اصطلاح پایمال کرده رو پایمال میکرد. اما تصور میکنم که هر به هر اندازه که سازماندهی و هماهنگی و فاصله داشتن با انشقاق و دستبندی های مختلفی که وجود داره کمرنگتر بشه، به همون اندازه ما شاهد به اصطلاح فضای سالمتر و بازتر و پویاتری خواهیم بود که فعالین اجتماعی و مشخصا فعالین کارگری و کارگران بتونن خودشون رو به اون اندازه از رشد و آگاهی ارتقا بدن که به شکل میلیونی در جامعه حضور داشته باشن، که قسمتی از توازن قوایی باشن که در مقابلش نه جمهوری اسلامی، هیچ جریان مرتجع دیگه مانند جمهوری اسلامی نمیتونه مقابله کنه. ولی خب اینم باید فراموش نشه که ما در فضای جامعه ایران از روز شروع به کار جمهوری اسلامی با اعدام، با شکنجه و سرکوب و حرام دانستن و ممنون بودن تشکل، تجمع، تحصن، اعتصاب و هر شکل از کار اجتماعی روبرو بودیم، محکوم کردن هر کار اجتماعی روبرو بودیم که در این فضاهای بسته و فضاهای استبداد زده، قطعا کارگران و یا هر فعال اجتماعی دیگری اون میزانی که انرژی میذاره نتیجهشو نمیگیره. در فضای آزاد و انسانی و آرام و بازی که انسان ها بتونن ابراز وجود کنن و حق و حقوق خودشونو بگن، خواسته هاشونو بگن، مشورت کنن و گفتگو بکنن، میشه شرایط انسانی و شرایط به اصطلاح آرام و منطقی و پویایی ایجاد کرد. در چنین نظامی قاعدتا این مشکلات چیز به اصطلاح غیر قابل انتظاری به نظر من نیست. رفیق کیومرث، همین بحث ما میخوایم ادامه بدیم در رابطه با همین مسئله آگاهی طبقاتی طبقه کارگر. آیا به نظر شما، من اینو با خاطر این سوال میکنم که شما در بطن این مبارزات جنبش کارگری در ایران بودید، ما میبینیم که دو تا از نیروهای بزرگ جنبش کارگری یعنی سندیکای اتوبوسرانی واحد تهران و نیشکر هفت‌تپه همیشه در بطن این مبارزات بوده. آیا این اختلافی که وجود داره در بین تشکلات دیگه میتونه به نظر شما با از همون دید طبقاتی که وجود داره نشأت بگیره یا اینکه چیز دیگه وجود داره؟ بررسی کردن این مسئله در فضای بسته مثل ایران کار راحتی نیست، ولی ما میدونیم که سندیکالیستا و به اصطلاح فعال برانداز و برابری طلب یک تفاوت هایی با هم دارن. خب اون جریان هایی که صرفا کار صنفی انجام میدن مطالبات صنفی دارن و زمان برانداز نیستن و دست به ریشه مسئله اون نظام و اون وضعیت موجود نمیبرن، اگرچه در وضعیتی
مثل جمهوری اسلامی وضعیت سندیکاهای مختلفی که وجود داره از مسئله فقط سنفی گذشته، به دلیل اینکه نظام با وجود اون مطالبات سنفی رو بر نمیتابه و خود به خود حرکت ها و فعالیت های سندیکالیستی هم یه فعالیت سیاسی محسوب میشه و شده. اما اینکه توی جامعه‌ای که موجوده این جریان های مختلف چرا با هم تفاوت دارن، جدا از به اصطلاح بحث نظری که ممکنه با هم داشته باشن، فضا به شکلی بسته هست که نظرات مختلف اون نمیشه شنید. و مثلا اتوبوسرانی، سندیکا اتوبوسرانی و سندیکای دیگه و فعالین کارگری غیر سندیکایی در یه تجمع آرام، در یه تجمعی که زیر شمشیر و به اصطلاح اسلحه پلیس نباشه بتونن با هم گفتگو کنند و نظرات همدیگه رو بشنوند و از این نظرات اگر بخوان آسیب شناسی بکنند و راه حل و گفتگو ازش در بیاد، که حتما در این گفتگو بحث و جدل یه عنصر بالنده ای ایجاد میشه که اون این عنصر میتونه راه گشا باشه برای ایجاد فعالیت های آینده. اما ما در ایران شاهد این نیستیم، به دلیل اینکه فضا کاملا بسته و فضا کاملا پلیسی و در این سیستم پلیسی انتظار معجزه نمیشه داشت. رفیق جمعر، سوال آخرم رو اینطوری میخوام مطرح بکنم که وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی رو ما امروزه به خوبی مشاهده میکنیم در اپوزیسیون خارج کشور، سایت‌های مختلف اینترنتی، رادیوها و اخیراً هم نفوذ در رادیو تلویزیون‌ها و اپوزیسیون خارج کشور. شما به عنوان یک فعال جنبش کارگری اینو چطوری ارزیابی میکنید؟ اینکه نفوذ جمهوری اسلامی و یا دست کم تلاش برای نفوذ کردن در اصلا اپوزیسیونی که قسمتی از فعالیتش در خارج از کشوره و قسمتی تو جامعه ایران، این کار به اصلا تازه‌ای نیست همونطور که شما میدونی. و ما از روز به سر کار آمدن جمهوری اسلامی شاهد ترور، حذف فیزیکی، شکنجه، زندان و تبعید فعالین اجتماعی، سیاسی و کارگری بودیم. اینی که تا چه اندازه موفق بوده، خب برمیگرده به این که ما در مقابلش چقدر اعتراض کردیم. جنبش‌های اجتماعی مختلف چه اندازه تلاش کردن و تا چه اندازه به جمهوری اسلامی نگفتن. من فکر میکنم با همه سرکوب ها و تلاش برای نفوذ و نفوذ کردن در سازمان های سیاسی مختلف، پوزیسیون مشخصا منظورمه، جمهوری اسلامی نتونسته موفق بشه، چون اعتبار جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته در میان مردم بی اعتباری خودش رو همچنان ادامه میده و همچنان مردم جمهوری اسلامی رو نه فقط در خارج از کشور، در داخل ایران هم جمهوری اسلامی رو فقط به عنوان یه نیروی میشناسن که کاری به جز سرکوب و شکنجه و زندان در دست کارش نیست. اما اینکه اینا میتونن به اصطلاح تأثیراتی بذارن در کند کردن فعالیت ها، حتما بعضا میشه با حذف یه به اصطلاح چهره مشخصی یا ربوب وحشت در یه مکان مشخصی کارها رو کند کرد و سنگ اندازی کرد در اینکه کارها پیش بره، اما به معنی این نیست که بتونه جلوگیری کنه از فعالیت های حق طلبانه و آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم، به دلیل اینکه این خواسته ها خواسته های معیشتیه، این خواسته ها خواسته هاییه که به زندگی یه عده زیادی از آدم ها که اکثریت جامعه هستن گره خورده، با شکنجه، با کشتن، با اعدام و زندانی کردن. هیچ سیستم سرکوبگری نتونسته پیش ببره کار خودشو تا جمهوری اسلامی دومیش باشه. البته جمهوری اسلامی من فکر میکنم که یکی از کشورهایی که نظامهایی که در تمام کشورها سرآمده به لحاظ سرکوب و ترور و شکنجه. با تشکر رفیق کیومرث که در برنامه امروز ما شرکت کردید و ما با نظرات شما در رابطه با جنبش کارگری، معضلات و مشکلات و موفقیت های این جنبش رو با بینندگان ما در میون گذاشتید. امیدواریم که ما در هفته های آینده و ماه های آینده دوباره در حضور شما
نسبت به همین مسائل معضلات جنبش کارگری بیشتر با بینندگان ما در تماس باشید. با تشکر. منم از شما تشکر میکنم که دعوت کردی. آرزوی سلامتی برای شما و بینندگانتون دارم. شاد و پیروز باشید. با تشکر. بینندگان گرامی با ما باشید. برمیگردیم به استودیو و ادامه برنامه. بینندگان گرامی، همون رو که در آغاز برنامه به حضور شما عزیزان رسانده ایم، در این قسمت از برنامه مهمان ما کارگر مبارز و دوست بسیار ارجمند کانال چشمانداز اتحاد چپ ایران در خارج کشور آقای غلامرضا غلامحسینی هستند. آقای غلامحسینی کارگر زندانی رژیم جمهوری اسلامی و عضو سندیکاه اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و هومن بودند. جناب غلامحسینی، با تشکر از وقتی که ما دادید و یک بار دیگه در برنامه کانال چشمانداز شرکت کردید. من ضمن تشکر از شما و دستاندرکاران کانال چشمانداز و عرض سلام خدمت کلیه بینندگان محترم کانال چشمانداز در خدمت شما هستم تا به سوالات شما در حد توان خودم پاسخ بدم. با تشکر جناب غلامحسینی. جناب غلامحسینی، سوال اولم اینطوری میخوام مطرح بکنم که در دو هفته دیگه رژیم جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 6 جون 2016 یک بار دیگه در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار شرکت میکنن. رژیمی که همونو که آگاه هستید ضد کارگر و ضد جنبش کارگری و فعالان جنبش کارگری بوده و هست. من میخواستم نظر خودتون رو به عنوان یکی از فعالان جنبش کارگری نسبت به شرکت رژیم جمهوری اسلامی در این اجلاس سالانه با بینندگان ما در میون بگذارید. اولا اینو باید در نظر داشته باشیم که سازمان جهانی کار یک سازمان بین دولتی است که هر ساله مجمع سالانه داره و در این مجمع که به عنوانش هستش که نشست سه‌جانبه‌گرایی که نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران شرکت میکنند. با توجه به این قضیه که این سازمان بین‌المللیه، اما شرکت کنندگان در این سازمان از کلیه کشورها ساختارشون مثل کشور ایران نیست. اونم به خاطر اینه که سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکلات مستقل کارگری در کشورهای دیگه موجوده و شرکت کنندگان نماینده کارگری در واقع بخشی از کارگران اون کشورها رو نمایندگی میکنه که متاسفانه این وضعیت شامل حال کارگران ایران نمیشه، به خاطر اینکه تشکلات کارگری از قبیل سندیکای مستقل، اتحادیه‌ها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در ایران وجود نداره و نمایندگان شرکت کننده دولت، کارفرما و نمایندگان کارگران نیز نمایندگانی هستن که دولت اینا رو منتصب میکنه که در واقع نمیتونن نمایندگی کارگران ایران رو داشته باشن. اما با همه این وجود اگر کارگران اتحاد داشته باشن و تشکلات مستقلی به وجود بیارن یا در همین شکل موجودی که وجود داره شکایت‌های خودشون رو نسبت به سمت این سازمان روانه کنن هر کجا که حاکمیت جلوی اونها ایستادگی میکنه، من فکر میکنم که تغییراتی بشه در وضعیت کارگران به وجود بیاد. همونه که مطلع هستید، سازمان جهانی کار در سال 2014 دولت ترکیه رو محکوم به پرداخت جریمه نقدی در حق دو تا کارگر صادر کرد که پلیس ممانعت کرده بود از حضورشون در شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر. و در سال 2015 دولت کانادا رو به خاطر نقض حقوق کارگری در رابطه با کودکان کار که در کشور کانادا کار کردن کودکان بالای 16 سال آزاده و طبق مقابل نامه های سازمان جهانی کار کودکان تا زیر 18 سال نباید ازشون کار کشیده بشه، در محکومیت دولت کانادا هم یک رأی صادر کرده. این در واقع کلیت این ماهیت این موجودیت این سازمانه. تمامونه که عرض کردم کارگران ایران از این بخش حمایتی در واقع به خاطر وجود تشکلات زرد و دست نشانه و حاکمیتی که همواره در قبال کارگران ایستادگی میکنه و
اجازه هیچ گونه فعالیت حتی در چارچوب قوانین موجود خودش رو نمیده، این وضعیت بغرنجتر از کارگران دیگر جهان برای کارگران ایران هستش که اونم همونگونه که عرض کردم میتوانن با اتحاد، انسجام و پیگیری و مبارزه و ارسال شکایات متعدد به این سازمان بتونن به بخشی از خواستای خودشون دست پیدا کنن. با تشکر جناب غلام حسینی. جناب غلام حسینی، سوال دوم میخوام اینطوری مطرح کنم، همونی که متوجه هستید در آستانه همین اجلاس سازمان جهانی کار، کارگران مبارز بخصوص جعفر عظیم‌زاده و امیر امیرقلی دست به اعتصاب غذا زدن. به نظر شما آیا این گونه مبارزات کارگران در ایران از جمله اعتصاب غذا تغییری در سیاست رژیم جمهوری اسلامی میده یا نه؟ میکروفون در دست شماست. در کل که اگر بخوان توقع داشته باشیم که جمهوری اسلامی تغییر به خودی خود درش پیدا بشه، این یک امر غیر قابل دسترسیه. اما این افرادی که به تبع فعالیت‌های کارگری و تشکلات کارگری مثل آقای جعفر عظیم‌زاده یا آقای امیر امیرقلی که فعال حوزه کار کودک و خیابان هستش دست به اعتصاب غذا دادن، هیچ راه دیگری امروزه برای ابراز نارضایتیشون وجود نداشته که دست به اعتصاب قضا میزنه یک زندانی و از تنها هستی زندگیش که سلامت وجودشه مایه میذاره که بتونه اعتراضش رو به گوش جهانیان برسونه که به این حاکمیت گوشزد کنن که شما وظایفی در قبال شهروندانتون دارید که باید به اون وظایف جامعه عمل رو پوشانید. اما کماکان ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به سکوت رسانه ها حوزه مدیا در سطح کلی که به مسائل کار کارگری کمتر میپردازن، میدان تاخت تازش بازتره و هر گونه اشحافی رو در حق کارگران روا میداره. اما وظیفه به اصطلاح فعالین کارگری، پیشتازان فعالین کارگری و کسانی که در خارج از ایران دلشون برای فعالیت کارگر ایران میتپه و قصد کمک یا اقدامی برای بهبود وضعیت کارگران ایران دارن، من فکر میکنم وظیفه‌شونه که دست در دست هم داده و از اتحادیه‌ها، تشکلات، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های موجود در سطح جهانی بخوان که صدای کارگران ایران رو در این نشست سالانه سازمان جهانی کار به گوش مسئولین برسانند که در ایران بیشترین اجحاف در حق کارگران انجام میگیره. وقتی که به پرونده‌های کارگران نگاه میکنیم میبینیم که بیشترین مدت حبس با بی‌ارزش‌ترین به اصطلاح بی‌ربط‌ترین موارد اتهامی که نسبت به این کارگران وارد میشه، بیشترین مدت زندانی رو براشون در نظر میگیرن. همون گونه که هم مطلع هستن، فعال کارگری قصد برهم زدن نظم امنیت جامعه رو نداره. اینا خواستار برقراری امنیت در جامعه هستن. اگر در جامعه حد فاصل درآمد و مخارج به یک شکلی باشه که نامتوازن باشه، در اون جامعه امنیت وجود نداره. در صورت که ما میبینیم در ایران خط فقر با اون حقوقی که کارگران دریافت میکنن یک اختلاف فاحشی داره و این کسانی که امروزه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخل امنیت ملی در زندان ها نگر بشن، خواستار برطرف شدن این خط فقر هستن که جامعه از امنیت برخوردار باشه، در جامعه شاهد خودسوزی، خودکشی، خودفروشی، اعتیاد و قاچاق فروشی و هزاران بزه کوچک و بزرگی که تنها دولت داره اینا رو بست و گسترش میده نباشیم. اینه که به هر حال من فکر میکنم این بخش از مبارزم بخشی از مبارزات کارگریه که این کارگران زندانی در واقع راهی به جز این برای رساندن صدای خود به گوش جهانیان نیافتن که این اقدام رو در پیش گرفتند. با تشکر جناب غلام حسینی. جناب غلام حسینی، اخیراً در سایت‌های اینترنتی به خصوص اخبار رسیده از ایران، اطلاعیه‌ای از طرف سندیکای اتوبوسرانی واحد تهران و هومه انتشار یافته که باعث سوالات و پرسش‌های
چه در داخل و خارج کشور در مورد این اطلاعیه به وجود اومده. شما به عنوان یکی از اعضای سابق سندیکای اتوبوسرانی که من میدونم که هنوز با دوستان و همکاران خود در ایران تماسای مشخصی رو دارید، شما این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی میکنید و خواستم اگر نظری دارید تو این زمینه با بینندگان ما در میون بگذارید. حالا اصلا خدمت شما، من ارتباطاتم با دوستان داخل ایران هم در حد ارتباطات خانوادگیه، چون به هر حال طبق اساسنامه سندیکای کارگران شرکت های کسانی حق نظر و دخالت در امور سندیکا دارن که شاغل در شرکت های باشن، که من امروز در خارج از ایران زندگی میکنم و خودم رو از این حق محروم میدونم طبق اساسنامه. اما آن چیزی که مشخصه در ایران متاسفانه حاکمیت، یکی از ابزارهایی که حاکمیت براش خیلی مفیده تفرقه انداختن بین کارگرها توسط افراد خاصی به شیوه های گوناگون تا امروز ما شاهدش بودیم هستش، که بخواد دستور به مبارزان کارگری اختلالی به وجود بیاره و بخشی از این افراد هم از عنوان های کارگری استفاده میکنن، در واقع نه به شکلی تشکل کارگری، شاید هم به اصطلاح نظر سویی نداشته باشن، اما شیوهشون یه شیوه درستی نیست که از بخش هایی از کارگران علیه کارگران دیگه استفاده کنن یا نسبت به اقدام پخش اخبار کارگری به اون شکلی که خودشون مد نظرشونه سوء استفاده کنن. این مسئله به وجود میاد، این اولین بار نیست و قطعا آخرین بار هم نخواهد بود. من هم در این مورد تنها از طریق سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسران تهران و همه مطلع اطلاع پیدا کردم از انتشار این بیانیه، و بیانیه که در هر حال به نظر من خط و مشی کلی سندیکا رو مشخص میکنه که ما متکی به خود هستیم، اگر مثل هر سازمان یا گروه دیگری، هر جامعه مدنی، هر گروه اجتماعی احتمال این که در درون خودشون گفتگوهایی داشته باشن، اختلاف نظرهایی داشته باشن، اینا معمولیه و کسان دیگه حق سوء استفاده از این اختلاف نظرهای موجود رو ندارن. من فکر می‌کنم چیز پیام مشخصش این بوده، این اطلاعیه. با تشکر جناب غلام حسینی. جناب غلام حسینی، سوال آخرم اینطوری می‌خوام مطرح بکنم. ما همیشه در کانال چشم انداز موقعی که در رابطه با جنبش کارگری و آینده جنبش کارگری بحث و تبادل نظر میکنیم، همیشه از مهمانهای خود این سوال چه باید کرد و انجام میدیم. قتل و زندان و شکنجه و اعدام و آزار و اذیت، سرکوب و فعالین جنبش کارگری و کلن فعالین جنبش کارگری از طریق یا توسط رژیم جمهوری اسلامی هنوز ادامه دارد. شما آینده جنبش طبقه کارگر رو در رابطه با صف مشخص خودش و پیروزی علیه رژیم جمهوری اسلامی رو در گروه چه عواملی می‌بینید؟ با توجه به وضعیت موجود و پراکندگی نیروهای مبارز کارگر در درون ایران، فاکتورهای مختلفی رو می‌تونیم در نظر بگیریم که برای برون رفت از این قضیه می‌تونن مؤثر باشن. به عنوان مثال با وجود آوردن تشکلات مستقل کارگری درون کارگاهی، بالا بردن آگاهی سطح عمومی جامعه و درگیر کردن جامعه به مسائل مربوط روز، من برای هر کدوم اینا میتونم این مثال بزنم. مثلا سال گذشته وقتی که وزیر کار دولت جمهوری اسلامی ایران از کورهای آجرپزی دیدار میکرد و اونجا کودکانی در حال کار بودن، این آقای وزیر انقدر سطح شعورش پایین بود که اعلام کرد ما کاری به نام کار کودک نداریم و هم کودکان اگر اینجا کار میکنن این رو به کار خانوادگی اعلام کنیم. در صورت که واقعا از یک وزیر کار این شرم‌آوره که ببینه یک کودکی با سن 8 سال 9 سال در کوره آجرپزی کار میکنه و با فصاحت و با بیشرمی تمام اعلام کنه که ما کار کودک نداریم، این کار خانوادگیه. آیا اگر خانواده این نیاز مبرم به احتیاج به مایحتاج روزانه نداشته باشه اجازه این رو میده که کودک 8 یا 9 سالش
در کره آژیرپذیر کار کنه. و وقتی که دیدیم که این قضیه حتی در مدیای داخلی خودشون، یعنی حاکمیت یه جوری به این مسئله پرداخت، مدیاش که اومدن این آقا رو تطهیر کردن و گفتن که این مسئله به اصطلاح مسئله کار خانوادگیه، در صورتی که اکثرین کارگران مهاجر افغانستانی هستن و در بدترین شرایط روز دارن زندگی میکنن، برای امرار معاش هر روزشون دچار مشکل هستن، برای تحصیل فرزندانشون دچار مشکل هستن و در کل جامعه احساساتش براشفته نشد که بگه اینا باید حقوق داشته باشن، این کودک هشتاله باید به در مدرسه درس بخونه. این مثلا یه نمونه این چنینیش. و یا در مورد نبود تشکلات کارگری، همونجوری که در بخش اول اعلام کردم، میتونن اعلام کنن به سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی ایران بخش از مقابلنامه های بنیادین رو نپذیرفته، از جمله منع کار کودک و تحت پوشش قانون کار قرار نگرفتن کلیه کارگرانی که در جامعه کار میکنن. مثلا در ایران طبق قانون کارگاه زیر 10 نفر زیر پوشش قانون کار نیستن. میبینیم که اون عموم جامعه نسبت به این فجایع عظیمی که در دل جامعه نهفته بی‌تفاوته و این من فکر میکنم که برای بون رفت از این وضعیت اون مسئولیتی رو که بر دوش فعالین چپ و مدیای کارگری به اصطلاح واگذار میشه خیلی مسئولیت سنگینیه و باید بیش از این و جدیتر از این در راستای آگاه ساختن افراد جامعه برای خود تشکلیابی متشکل شدن و به وجود آوردن تشکلات مستقل کارگری تلاش کنن، شاید بتونیم به اصطلاح شاهد برون رفت این قضیه باشیم. به نظر من جامعه کارگری ایران و طبقه کارگری ایران یکی از پر آسیب ترین و کم پشتیبان ترین کمترین چتر حفاظتی قانون برخوردنن. من فکر میکنم که طبق آمار اعلام شده از سوی خود دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حوادث کار که سالانه چندین هزار نفر کارگر دچار حادثه کار میشن و معلول در خانواده به اصطلاح میمونن و یا عدم وجود تشکلات کارگری و یا حتی تأمین نشدن مخارج کارگران با اون مبلغ دریافتی که دارن، اینا همش نابسامانی‌هایی که وجود داره. یعنی بحرنج‌ترین جامعه کارگری در دنیا رو من فکر میکنم ایران یکی از اون 5 رتبه اول داره در سطح به اصطلاح بنگلادش و این کشورهاست، امنیت شغلی و امنیت سیاسی اقتصادی اجتماعی کارگران. و میبینیم که حاکمیت هم همونه که همه مطلع هستن، بیمهابا به فعالین کارگری میتازه و با حبسهای طولانی مدت فلان قصد داره که جلوی این حرکت اجتماعی رو بگیره، اما این باز بر فعالین کارگری به اصطلاح وظیفه است که فعالیت کنن. همچنان که ما مطلع هستیم طی روزهای گذشته آقای اسماعیل عبدی هم در اعتصاب قضا بود. حاکمیت ایران آقای اسماعیل عبدی رو آزاد کرد. من اینجا نظر شخصی خودم رو میخوام اعلام کنم از این قضیه که حاکمیت ایران از طغیان‌های اجتماعی، از اتحاد مردم، از مردم آگاه و از تشکل میترسه. این فاکتورهایی که حاکمیت ترس داره ازش، اگر آقای عبدی رو از زندان آزاد کرد صرفا به این خاطر که معلمان در سطح گسترده در کشور ایران مشغول کار هستن، از طریق دوستان همکارانشون میتونن به هم دیگه اطلاع رسانی کنن، پشتیبانی میکنن از هم. و حاکمیت از این تأسیس که در آستانه پایان سال تحصیل و در هنگام امتحانات با شورش های اجتماعی در مدارس و اکثر نقاط ایران مواجه بشه که آقای عبدی رو آزاد کرد. یعنی این نشون دهنده ترس حاکمیته. و باز اعلام کنم که برای برون رفت از این وضعیت بحرنج اتحاد و تشکل کلیدیه که کارسازترین کلید میتونه باشه. با تشکر جناب غلام حسینی،
در همین جا هم وقت برنامه ما به پایان میرسه. با تشکر به خاطر وقتی که ما دادید، امیدواریم که در هفته های آینده ما دوباره از نظرات شما در رابطه با جنبش کارگری ایران و مشخصات و سوالاتی که در جنبش کارگری ایران هست استفاده بکنیم. با تشکر از شما رفیق و دوست ارجمند جناب غلام حسینی. من هم از شما تشکر میکنم وقتی که در اختیار ما گذاشتید. با تشکر. بینندگان گرامی، در همین جا هم وقت برنامه این هفته ما به پایان میرسه. امیدواریم که در هر کجا که هستید همیشه شاد و تندرست باشید. ما به کمک های مالی شما احتیاج مبرم داریم. امیدواریم که بتونیم با کمک های مالی و معنوی شما این برنامه های دو هفتگی تیوی کانال چشمانداز رو به یک هفته تغییر بدیم، به امید اون روزی که بتونیم مانند همیشه در کنار جنبش کارگری و مبارزات عدالت خواهی و سرنگونی طلب مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باشیم. با تشکر، بیژن جلالی هستم تا برنامه دیگر.